بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی برنامه طراوت حضور. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت، تندرست و موفق باشید. به اتفاق همکاران خوبم با این برنامه در خدمتتون هستیم و میخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث حضور گسترده مردم خوب و عزیزمون در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری. در این برنامه هم با ما همراه باشید. مدیریت عالی اجرایی در کشور کار بزرگی است، کار مهمی است. یک کلمه حرف اثر می‌گذارد، یک اقدام کوچک یا بزرگ اثر می‌گذارد از سوی مجریان درجه یک کشور، رئیس جمهور، وزرا، دستگاه اجرایی. اینجوره خدمت اونها برای کشور تأثیرات عمیق دارد. خدای نکرده کوتاهی و تقصیر آنها تأثیرات منفی زیادی دارد. اینا موجب می شود که من و شما که می خواهیم انتخاب بکنیم دقت کنیم، تعهد را، تدین را، آمادگی را، توانایی ها را بسنجیم، طبق تشخیص عمل بکنیم. انشاءالله خدای متعال اگر من و شما که میخواهیم رأی بدیم ما با نیت صادق و خالص و برای انجام وظیفه و برای آینده کشور وارد میدان بشیم و تصمیم بخواهیم بگیریم، خدای متعال هم در این صورت دلهای ما رو هدایت خواهد کرد. خدای متعال هدایت میکنه دلها رو انشاءالله، به شرط اینکه ما حقیقتاً در صدد این باشیم، آحاد مردم در صدد این باشن که وظیفه‌شون رو انجام بدن. چون این انتخابات بارها گفته شده است، هم حق مردم است هم وظیفه مردم است. سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه طراوت حضور و خدمتتون عرض بکنم که خب دیگه رفته رفته داریم به زمان برگزاری 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 4 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک میشیم. یک ویژگی که معمولا ما در انتخاباتمون داریم، هم حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری، دیگر مسئولین از کشورمون تاکید دارن بر بحث حضور گسترده مردم عزیزمون در همه این صحنه ها، به خصوص در انتخابات است و انتخابات پیش رو. در این برنامه در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای بهرام هستیم که خدمت شما بهرام عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدین. صحبت با بینندگان عزیز داشته باشین، در خدمتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بیننده برنامه و عرض تشکر خدمت شما هستیم. سپاسگزارم که دعوتمون رو پذیرفتین. آقای بهرام، در مورد اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف و اون دیدگاه و جایگاهی که دین مبین اسلام به این مسئله داره می‌خواستیم در ابتدا صحبتی رو داشته باشید. خواهش می‌کنم. نظام اسلامی از صدر اسلام تا کنون بنا رو بر اتکای به آرای مردم برای تأسیس حاکمیت اسلام نهادی نکرده، الا اون مرحله ای که پیامبر اکرم به پیغمبری رسید، اما بعدش که در مدینه حاکمیت اسلام را تأسیس کرد، حاکمیت اسلام با حضور
مردم در صحنه، هم برای هم در عرصه‌های نظامی جهادها، هم در عرصه‌های فرهنگی، در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اجتماعی. در انقلاب اسلامی ما هم باز نظام اسلامی ما با اتکا به آراء مردم تأسیس شد. وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 به پیروزی رسید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب، اولین کاری که در اون مقطع زمانی، چون غالبا انقلابهایی که به پیروزی میرسن این کار سریع انجام نمیدن، اما حضرت امام اولین کار رو که ابتکار عمل رو به دست گرفته و دشمنانی که مدعی مردم سالاری و دموکراسی بودن را متعجب کرد این بود که باید این رژیم سیاسی، این حاکمیت اسلام، باید با آراء مردم به تأسیس برسد. لذا دستور دادن که مدل و رفرم حاکمیت به آراء گذاشته باشه، با اتکا به آراء مردم. این مبنای دینی دارد، مبنای اسلامی داره. امام یک فقیه بود، امام یک اسلام شناس بود، لذا جمهوری اسلامی را به رأی گذاشت و مردم هم به جمهوری اسلامی رأی دادند که 98.2% اگه اشتباه نکنم مردم رأی دادند. لذا امیرالمؤمنین هم علیه السلام هم وقتی که به حاکمیت رسید نپذیرفت، یعنی بعد از وفات خلیفه سوم امیرالمؤمنین می اومدن سراغش تا اینکه حضور الحاضر تحقق پیدا کرده، یعنی آراء مردم، اتکای به آراء مردم حاکمیت را تأسیس کرده. یعنی تنها حضور مردم آیه بهرام مد نظر نبوده، اون حضور مؤثر مردم، حضور در صحنه بودن بشه در صحنه و حضور مؤثر، که حالا ما بگیم مردم چون بناس حاکمیت و حکومت ابزاری باشه در خدمت مردم. باید این حاکمیت خدمات دهی اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی، روابط داخلی با دیگر کشورها و دیگر مذاهب رو باید این حاکمیت تعریف بکند. همه اینها برای خدمت به مردم هست. پس مردم حق دارن به این حکومت، در تأسیس این حکومت نقش داشته باشن و حضور در صحنه داشته باشن. لذا از نظر اسلام آرای مردم، خود اسلام تعریف کرده، آرای مردم در تأسیس حاکمیت علت رکنی دارد و همین آرای مردم برای استمرار حاکمیت مؤثره. یعنی اینطور نیست که وقتی مردم کارشون انجام دادن اومدن به قانون اساسی که تعریف شد برای تأسیس حکومت اسلامی، برای تأسیس جمهوری اسلامی رأی دادن، پس دیگه بقیه برن کار خودشون انجام بدن. نه، هم امروز به تعبیر حوزویش میشه علل محدثه و هم علل مبقیه. حاکمیت در اسلام هم عللش حضور حاضر مردم در صحنه و هم استمرارش هم با حضور مردم در صحنه. باید این اسلام این رفرم را و این نسخه را تعریف کرده، یعنی هم حضور مفید و گستره در صحنه داشته باشن جناب برام، هم پیگیر باشن و پیگیر نظارت داشته باشن. خب همین که میگیم مردم باید برای ادامه حاکمیت و استمرار حاکمیت بر جامعه باید باشد حضور مردم، یعنی که مردم مطالباتی که از حاکمیت دارن، مثل پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت‌های مختلفی که الحمدلله نظام مقدس جمهوری اسلامی علیرغم همه تحریم‌ها و مشکلات دارد، همه اینا رو جزء مطالباتشون بر این اساس مردم حضورشون رو تعریف میکنن، ببینن اون کارگزارانی که از جنس خودشون، از بین خودشون انتخاب میشوند و باید این حاکمیتی که در تراز این جمعیت و این جامعه هستش مدیریت بکند، اگر نمره ای را کم یا زیاد شده در مدیریتش یا انحرافی در مسیر مدیریتش مرتکب شد یا وابستگی به جریانی که مطابق با آرمانهای این مردم، آرمانهای انقلابی مردم نباشه که
تعبیر به فتنه میشه یا تعبیر به حاشیه داری میشود، مردم اینجا بازن دوباره میگن این انقلاب رو، این حاکمیت رو ما تأسیس کردیم در ظرف اسلام و استمرارش هم دست ماست در ظرف اسلام، پس ما هم باید بگیم که چه کسانی رأی بیاورن که شاخصهای در تراز این تأسیس این حاکمیتی که ما علل محادثهش بودیم و علل موقعیش. بله خیلی متشکرم، ان شاء الله بازم خدمت شما خواهیم بود. خدمت شما هستم در ادامه برنامه و همچنین در خدمت بینندگان عزیز. یک بخش رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو ببینید. همچنان به اتفاق همکاران خوبم با ادامه برنامه تراوت حضور در خدمتتون خواهیم. حضور مردم در انتخابات یه مشتی بر دهن کلیه رژیم‌های صهیونیستی و کشورهای غربی میزنه. خب این مسلماً جاپای نظام رو توی قلب مردم محکم‌تر میکنه. وقتی که مثلا ملتی رو شما در نظر بگیرید که خیلی محکم میاد واسه خودش نظر میده، این نشون میده که بیگانه من دیگه اون جوری که فکر میکردن و محاسباتشون برمی‌ریزه دیگه نمیتونن تصمیم بگیرن در مورد یک ملت خیلی محکم مثل ایران. خب مسلماً حضور گسترده باعث میشه که توی جهان این قضیه بپیچه و کسایی که حالا خواب بد دیدن برای ملت ایران و برای کشور ایران حالا یه جورایی تو دهنی محکمی میکنن با این قضیه. نظر ما از رئیس جمهور آینده اولین مسئله قانون مدار بودنشه، چون شخص اول مملکت ایشون بعد از ولایت فقیه ایشون هستن و باید تابع ولایت فقیه و قانون باشن. بعد از قانون مداریشون باید از مشکلات مردم با خبر باشن و بتونن مشکلات مردم رو حس کنن تا بتونن این مشکلات رو رفع کنن. مشکلاتی مثل مسائل اقتصادی، مسئله ازدواج و مسائلی که الان مردم باشون درگیر هستن. همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه تراوت حضور و امیدوارم که تا این بخش از برنامه مورد توجه استفادهتون قرار گرفته باشه و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای بهرام. خب آقای بهرام، یکی از مسائلی که حضور مردم رو در صحنه همونطور که شما در بخش قبلی اشاره فرمودید نشون میده و این حضور خوب مفید و گسترده‌ای خواهد بود، بحث انتخابات است که خب خدا رو شکر کشور عزیزمون ایران اسلامی هم انتخابات متعدد داشتیم و هم حضور پرشور گسترده و حماسی مردم خوبمون رو در بحث انتخابات میخوام دیدگاه حضرت عالی رو بشنویم. به اتفاق بینندگان عزیزمون که داره چه اهمیت و ویژگی هست. انتخابات 11 ریاست جمهوری مخصوصا از سه منظر حائز اهمیت هستش. یکی از منظر دشمن، ببینیم حساسیت دشمن روی انتخابات چه هست و برای چه هست، چرا حساسه. یکی اهمیت انتخابات 11 برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، خود نظام چرا این انتخابات براش اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخاباتی که در طول 30 و چند سال ما داشتیم. یکی هم منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به تعبیر مقام معظم رهبری، اهمیت انتخابات نسبت به تحولات خاورمیانه. از این سه منظر اگر انتخابات 11 را بررسی بکنیم خواهیم دید و ملت شریف قطعاً مطمئن هستم، چون بصیرتی که اینها بزرگواران مردم دارن، با عنوان یک امر واجب برای خودشون این انتخابات رو رقم میزنن. اما منظر اول که نگاه دشمن هست به انتخابات 11، الان داریم میبینیم و عزیزان بیننده هم قطعاً رصد میکنن هم در رسانه های دیداری و نوشتاری و شنیدنی هاشون میبینن که دشمن تمام همغم خودش رو گذاشته که این انتخابات
روی دو تا نکته از انتخابات دارن کار میکنن. یکی این که مشارکت به حد اقل برسد. نگاه دشمن به انتخابات 11 از سایر انتخابات های دیگه بیشتره. چرا؟ چون به تعبیر خود نظر پردازاشون میگن که الان جمهوری اسلامی وارد یک پیچ بزرگی شد. اگر در این پیچ بزرگ که پایینش دره هولناک است، جاده این پیچ بسیار باریک است، سارزیری است، لیز هم هستش، یک سکانداری که نه سرعت برود نه حواسش پرت بشود، نه با هم حواسش به وسایلی که روبروش داره میاد و هم سرنشینان رو با دقت و ظرافت برود، اگر بتوانه از این پیچ خطرناک و پیچ بزرگی که ما تحریم کردیم، تورم کردیم، هسته ایشون رو، مسائل دیگرش رو براش بوجود آوردیم، اگر به سلامت پایین بروند و وارد اتوبان بشوند، دیگه زورمون به جمهوری اسلامی نمیرسد. یعنی مسیر رو به سلامت عبور بکنیم. عبور کرده. بله. از این پیش طب ما معظم رهبری حفظه الله هم فرمودن که اکنون تقریبا مضمون عرض میکنم، فرمودن که الان انقلاب ما در اون پیچ بزرگ تاریخ قرار گرفت. یعنی هم دشمن توجه دارد، هم نظام متوجه نکته هستش. این اهمیت دومشه که اهمیت دوم نظام هستش که انقلاب الان تو اون پیچ بزرگ رسید. تمام این فرازنشیب هایی که پشت سر گذراندیم، تحریم ها، تورم ها، قطعنامه ها، 8 سال دفاع مقدس که بهترین نیروها را از ما گرفتن، همه اینها رسوند نظام از اینا عبور کرده، به این پیچ رسیده و این پیچ از نگاه نظام اسلامی و از نگاه دشمن بسیار جای حساسی. نکته سومش هم خدمت شما هست. نکات دیگر رو ان شاء الله در بخش بعدی جناب بهرامی خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده بکنیم به همراه بینندگان عزیزم، چون یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو تقدیمتون میکنیم. ببینید، برمیگردیم، در خدمتون هستیم. انتخابات از ابزار تحقق مردم سالاری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی است. به عبارت دیگر، محور اصلی مشارکت سیاسی مشارکت انتخاباتی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه مشارکت مردم در عرصه های گوناگون، به ویژه در عرصه سیاسی و در فرایند تصمیم گیری، سیاست گذاری و اداره جامعه فراهم شد. به گونه ای که برخی از اصول قانون اساسی به حقوق ملت و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، آزادی مطبوعات، تساوی حقوق مردم، حمایت قانون از همه به طور یکسان، آزادی احزاب، جمعیت ها و غیره اختصاص دارد و از آزادی عقیده، بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت ها، انتخابات، اداره و اعمال نظارت از طریق شوراها به عنوان سازوکارهای مشارکت سیاسی نام برده شده است. رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود، وظایف و اختیارات متعددی بر اساس اصول قانون اساسی بر عهده دارد که برخی عبارتند از اجرای قانون اساسی، امضای قراردادهای بین المللی، اعزام سفیران به محل مأموریت و پذیرش سفیران خارجی، ریاست شوراهای عالی کشور، ریاست هیئت وزیران و نظارت بر کار آنها و ریاست عالی سازمانهای وابسته. به طور کلی، شناخت عرصه های نفوذ متقابل قوه مجریه با دیگر قوا بخش مهمی از موقعیت رئیس جمهور را نیز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران آشکار می کند. آقای بهرام، در بخش قبلی اشاره‌ای داشتید به در واقع چند ویژگی انتخابات 11 و حالا ابعاد مختلفی که میتونه داشته باشه. از نظر حالا سایر زمینه‌ها، ویژگی‌ها، به خصوص ابعاد بین‌المللیش، این حضور گسترده مردم ما در انتخابات پیش رو چه جایگاه و اهمیتی رو داره هست؟ بله، خواهش می‌کنم.
پس عرض کردیم خدمت حضرت عالی و عزیزان بیننده که انتخابات 11 حساسیتش و اهمیتش هم بر اساس نگاه دشمن هست و هم بر اساس اون اهمیتی که نظام قائل هستش، چون توی پیچ بزرگی وارد شدیم، هم بر اساس مرحله سوش منطقه است، منطقه خاورمیانه. در ابعاد بزرگتر هم جهانی دیگه، چون بر اون بخش اولی که عرض کرده بودم که نظام بین الملل و صهیونیسم بین الملل، در بخش منطقه الان تو منطقه خاورمیانه موج بیداری اسلامی و تحولی که الان توی کشورها به وجود اومده، همه شعارهاشون شعارهای اسلام است، برای اسلام است، دنبال تحقق آرمانهای اسلام هستند، دنبال اینه که یک نسخه ای پیدا بکنند که اون نسخه تجربه شده باشد، جامع باشد، جامع افراد همه ویژگی های نظام اسلامی باشد، مانع ویژگی های لیبرال دموکراسی و سلطنتی و دیکتاتوری باشد و سوسیالیستی باشد. دنبال یه همچون نظامی میگردم، یک همچون نسخه ای که بتواند الگو بشود براش. این انتخابات 11 هم از یک مسیر خطرناکی که داره عبور میکند میتواند الگوی بسیار موفق و اثرگذاری و قابل دفاعی برای کشورهای اسلامی باشد، که مخصوصا در از این پیچ بزرگ که قراره بگذرد لذی اهمیتش میشه. اهمیت انتخابات کلن انتخابات اهمیت دارد، همشون در جمهوری اسلامی کلن عرض کرد اون بخش اول صحبت‌ها که از آراء ملت موجبات تأسیس حاکمیت هستش. اما این انتخابات 11 هم به لحاظ اینکه احترام و ارزش به شعور سیاسی مردم بیشتر، یعنی الان شعور سیاسی جامعه ما به یک مرحله ای رسید که رأیش را چند بعدی اثرش نگاه می کند. یکی اثرش اینه که دشمن را ناکام کرده است، یکی دوستانی که دستخوش تحولات بیداری اسلامی است امیدوار می کند، یکی اینکه ترازی را برای این خودشون به وجود می آره که دارای اون شاخص هایی باشد که منتخب از بهترین شاخص های ریاست جمهوری برخوردار باشد، که اون شاخص ها نه گرایش به آرزن به حضور لیبرال دموکراسی غرب داشته باشه، نه گرایش به نسخه های بدلی نوظهور عرفانی، نوظهور انحرافی داشته باشد. مردم یه در یه آزمون اینچینی قرار دارد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که انتخابات یک امتحان الهی است برای مردم، یک آزمون است برای ما، مخصوصا انتخابات 11 هم که میخواهد یک نسخه شفابخشی برای ارائه و قابل دفاعی برای ارائه دادن به کشورهای اسلامی، جهت اینکه بهترین مدل مدیریت مردم بر سرنوشت خودشون تعبیر به مردم سالاری می شود، مدلی است که جمهوری اسلامی 35 ساله رو تجربهش کرده، علارغم همه نامهربانی ها از خودشون، علارغم همه دشمنی ها و سنگ اندازی های دشمنان خارجی. بله، و به همین دلیل هم است که مقام معظم رهبری در واقع تاکید و سفارشی که دارن بر حضور گسترده، حضور گسترده و انتخاب و پرشور مردم. بله. در انتخابات آقا فرمودم شور و شعور، این تعبیر حضرت آقا، شور و شعور، انتخابات دارای دو موضوع شور و شعور هستش که باعث بشود هم حضور گسترده رو تأمین بکنه و همین که در کسی انتخاب بشه که در تراز مردم و جمهوری اسلامی باشه. اگر صحبت پایانی هست خواهش میکنم. من تشکر حضرت عالی میکنم، از عزیزان بیننده هم تشکر میکنم که دیدم به کرات یا تلفن میزنه یا پیگیری میکنه، برنامه ظاهرا اثر خودشو داره میگذره و جای خودشو باز کرده در بین مردم. سپاسگزارم که دعوتتون رو پذیرفتین، از شما خدافظی میکنم. اما همچنان در خدمت بینندگان عزیزمون هستیم، بخش بعدی رو تقدیم حضورشون میکنیم. یه وظیفه شهری هر ایرانیه که من انتخابات شرکت بکنه، زهر قوم نژادی هم که هد. ما از گویل درویل همه تشکر میکنیم که بیا با صندوق های ری بدن سی مشکلات مردم حل بشه. ما هم تقاضا داریم از تمام قشری که در این لالی هر دارم خدمت و اشاگر و روسا و شهرنشین و همه بیان با صندوق های ری محکم، هر دارم خدمت با مشت محکم واسه با صندوق های ری بدن. رای واجبه. ما ریاست جمهور هر که باشه، ریاست جمهور ایرانه. یک آدم صالح یا آدم کاردان دانا با مدیریت باشه،
ما هم قبول شد. شرکت در انتخابات اقتدار نظام در عرصه داخلی و خارجی بیمه خواهد کرد و دشمن از ادامه رفتار شیطانی خودش مایوس خواهد کرد. دقیقا من برای سرنوشت کشورم تاثیر داره. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمود این انتخابات حساسیه، باید همه مردم شرکت کنن و با مشت گره‌کر بزنن داخل دهن دشمن و بار دیگر ثابت کنن که مردم ایران با تمام اقتدار پشت سر ولی فقیرشان ایستاده است. ما وظیفمون شرکت بکنیم اولا، دوما باید انسانیت و شهروندی خودمون رو به جا بیاریم. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بینندگان عزیز با برنامه طراوت حضور و امیدوارم مجموع برنامه‌ای که به اتفاق تمامی همکاران عزیزم تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و استفاده شما عزیزان بیننده قرار گرفته باشه. ساعتی سرشار از خیر، برکت و آرامش رو براتون آرزو میکنیم و به امید حضور گسترده و حماسی مردم خوب شریف عزیزمون در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری. سلامت و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون. همیشه دستای من و تو تاریخ این دیارو می نویسه، انگاری بارون توی دفتر خاک زیباترین بهارو می نویسه. هر برگ این دفتر باغ سبزت جلوه نوبهاری امیده، یک بار دیگه فرصتی برای اثبات هم صداییمون رسیده. ایران دوباره تو نگاه دنیا تصویری از شکوه انقلابه، امروز ما آینه دار فرداست، حالا زمان زمان انتخابه، حالا زمان زمان انتخابه.